Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala man la nebiye ba'de. Amma ba'de, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu der beyanı bazı navhoyi cüddü. Ba'de ki sehru zikr kard, beru'yı tu çizi az anvayı onru beyan kard, to bidoni ki on çan nav ast ve az an ijtinab kuni. دلیل اول امام احمد گفت و ما محمد ابن جعفر حدیث گفت و ما عوف از حیان ابن علا حدیث گفت و ما قطن ابن قبیسه از پدرش روایت نمود که پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنوید که فرمودند و تحقیق ایافه ترق و تیه را از جمله جبت جادو است. عوف میگوید ایافه پرنده رو به پرواز در آوردن و ترق بروی زمین خط ها کشیدن و در باره جیبت حسن میگوید صدای شیطان است. اسناد این روایت جید یعنی نیک است و در سنن ابو داود نسائی و ابن حبان در صحیح مسندش نیز آمده است. دلیل دوم از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی بخشی از علم نجوم را از خود نماید در واقع بخشی از سحر جادو را از خود نموده است و هر چند زیاد از خود نماید همان مقدار جادو را از خود کرده است. روایت ابو داود و سندش صحیح است. دلیل سوم امام نسائی از ابو هریره رضی الله عنه روایت کرد که هر کس در گره بدمد سحر کرده است و کسی که سحر بکند شرک آورده است و هر کس چی در گردن بیاویزد و همان چیز سپرده می شود. روایت امام نسائی. دلیل چهارم از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا به شما بگویم که از زه چیست؟ از ده عبارت است سخنچینی و گفتاری که دهان به دهان بگردد. روایت امام مسلم. دلیل پنجم امام بخاری و مسلم از ابن عمر رضی الله عنهما روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند البته بعضی بیانها سحر است. ایافه یعنی پرنده را برای فعل بد یا فعل نیک به پرواز در آوردن از جمله فعل بد زدن به فعل است. ترق یعنی در روی ریگ خط ها کشیدن بر سبیل جادو و فال زدن است. تیاره یعنی فالی بد زدن به چیزی معلومی دیده شده یا شنیده شده، زمان باشد یا مکان. صدای شیطان یعنی وحی شیطان، این از وحی از امرای شیطان است. از به معنای قط و جادو کردن است و وجه آوردن آن در باب سحر چیست تا بیان کند که جادو انداختن همان هدف در سخنچین و جادوگر است، تا بیان کند که جادو انداختن همان هدف هر سخنچین و جادوگر است و سخنچین بسیارتر از جادوگر فاسد میکند. علم ستاره شناسی دو قسم است، یکم علم تأثیر، دوم علم تأثیر. علم تأثیر به احوال فلکی و رویدادهای زمینی استدلال نمودن است. علم تأثیر به آن به هر جهتها و وقتها و جهت قبله دلیل آوردن است. علم تأثیر به دو قسم است که یکی شرک اصغر است، دوم شرک اکبر است. شرک اصغر است یعنی هرگاه اعتقاد کند که ستاره ها سبب هستند و الله تعالی آن را سبب در اطلاع یافتن بر علم غیب سبب نگردانده است. شرک اکبر است هرگاه اعتقاد کند که ستاره ها به ذاتش تأثیر می رسانند و در دستشان جلب فایده و دور کردن ضرر هاست. و علم تسییر دو قسم است، یکی جایز دوم واجب است. جایز است یعنی به آن بر زمانها و مکانها استدلال کرده می شود و نشانه ها و به وسیله ستارگان راه می آمد.
یعنی چیزی که واجب تمام نمی شود مگر با اون، پس چیز واجب است. مثل شخصی که در صحرا یا در بیابان بزرگی است و قبله را دانستن می خواهد. بیان فصاحت پره است که عقلها را اسیر می گیرد و فکرها را تغییر می دهد و تقسیم می شود. و اون مد شده، یعنی مقصد از اون اثبات حق و باطل ساختن ناحق است. دوم مذمت شده، مقصد از اون رد حق و اثبات باطل است. علاقه بیان به سیر چیست؟ جواب اون است که زیرا بیان باطل و سیر در تغییر دادن حقیقت ها شریک هستند. مسئله های این موضوع، یکم ایافه، ترق و تیره از جمله سیر است. دوم بیان معنای ایافه، ترق و تیره. سوم علم نجوم نیز نوعی از جادو است، علم تأثیر. چهارم در گره دمیدن نیز از انواع سحر است. پنجم سخنچینی و بدگویی نیز اثری جادویی دارد، زیرا آن جادو می اندازد مانند جادوگر. ششم فصاحت و شیرین زبانی نیز گاهی اثری جادویی دارد، زیرا شخصی با فصاحت گاه صرف می کند یا همت ها را برمی انگیزد.